رادیو ایران بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام عزیزم. خسته نباشید. متشکرم. جناب دکتر، می‌خواستم از خدمتتون بپرسم از نظر فلسفی فرقی بین رهایی و آزادی هست؟ ببینید، شما وقتی که واژه‌هایی رو به کار می‌برید در یه سیستم و مجموعه هستند و معمولاً اگر بخواید از یه دقتی برخوردار باشید معلوم هست که باید اون واژه‌ها یا مفاهیم رو تعریف کنید و قاعده تعریف این است که جامع و مانع باشه. اولا جامع باشه، همه جنبه‌های عرض کنم که یک موضوع رو در بر بگیره، و دوم این که مانع باشه، اجازه نده موضوع دیگری در این موضوع تداخل پیدا کنه یا این موضوع مانند دیگری باشه. لغت رهایی به معنی آزاد شدنه و معناش freedom from هست، یعنی من آزاد شدم از، من آزاد شدم از زندان، من آزاد شدم از یک باور ویرانگر یا محدود کننده. ولی وقتی که درباره آزادی صحبت میکنیم freedom for یا freedom in هست، یعنی آزادی در یا آزادی برای، یعنی من حالا آزاد شدم و به گونه ای عمل کنم که مفهوم و معنای آزادی رو بده، یعنی من با اون رشد کنم، حق انتخاب بیشتر و برتری رو داشته باشم، حتی آزادتر بشم. I think من disconnected. جناب دکتر، شما صحبت های منو میشنوید؟ بله جناب دکتر. بله، به هر حال من چون اینجا اشکالی پیدا کردم، به هر حال متاسفم از این بابت. من چون صدای میکروفونم اینجا یه دفعه قطع شد، به هر حال عرض کنم که بنابراین وقتی که درباره آزادی صحبت میشه معمولا قصدشون آزادی در و آزادی برای است، بنابراین زیرا بسیاری از مردم هستن که ممکنه آزاد بشن از زندانی ولی همچنان در زندانهای دیگر باشن. مردمی هستن که زندانی تاریخن، افرادی هستن که زندانی جامعه یا اجتماع هستن، افرادی هستن که زندانی خانواده هن، افرادی هستن که زندانی لذائذ خودشون هستن، افرادی هستن که زندانی در حقیقت میشه گفت نفس و وجود و درون خودشون هستن. به همین جهت است که چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، وقتی درباره آزادی صحبت میکنیم مفهوم و مسئله آزادی میتونه جنبه ها و جلوه های مختلفی داشته باشه. بنابراین بنده ترجیح میدم لغت رهایی رو به معنی لیبرتی بگیرم که منو رها میکنه، و حالا اینکه مفهوم آزادی رو معادل فریدم بگیرم که برای انجام کارها منو آماده میکنه و یا فرصت ها رو در اختیار من میذاره. بعد میخواستم بپرسم ازشون که این چه نقشی داره توی رابطه ها؟ فرقی نمی کنه رابطه دوست، رابطه زن و شوهر، رابطه هر چی، خانواده، نقشش چیه توی این رابطه ها؟ ببینید، مفهوم آزادی در زمینه های مختلف زندگی معانی متفاوتی داره. یعنی وقتی که من و شما فرض کنید صحبتی داریم می کنیم درباره آزادی افکار، وقتی که میرسه به آزادی گفتار، و وقتی میاد به آزادی رفتار، معنای متفاوتی داره. اون زمانی که مقصود شما از آزادی در ارتباط و رابطه میان دو نفره، احتمالاً بار دیگری رو خواهد داشت. خود مفهوم آزادی در معنای به اصطلاح کلیش به معنی حق انتخاب و اختیاره، یعنی بدون توجه به گذشته و آینده فرد بتونه در لحظه تصمیمی رو بگیره که خودش انتخاب میکنه. ولی بعدن ماجرا این است که این مفهوم خود یعنی چه، زیرا فرض بفرمایید اگر من کاری رو خودم انجام میدم اما این خود تحت تأثیر انگیزه های من، تحت تأثیر نیروهای درونی من، مرتبط به ترس های من، باورهای من، اعتقادات منی، و این باورها یا ترس ها از جای دیگری آمدن و تازه بر من تحمیل شدند و خارجی هستند، من به یک باره با یه مفهوم دیگری روبرو هستم تا اینکه شما در حالت عادی و معمولی به مسئله زندانی کردن و بستن یک آدم توجه داشته باشید. به همین جهت است که شما میتونید در زندان باشید و در برخی از زمینه‌ها واقعا آزاد باشید، و شما میتونید در خیابان باشید اما آنچنان زندانی باشید که احساس خفگی و مردگی بکنید. به همین جهت است که در حالی که مسئله زندان بیرونی مطرح است، زندان درونی و داخلی هم اینجا اونجا مطرح است، و در نتیجه
افرادی هستن که از یک زندان آزاد میشن و به زندان دیگه میرن و افرادی هستن که اصولا در بسیاری از موارد آزادیشون در برخی از زندانها بودنه. فرض بفرمایید که برخی از اوقات شما در یه چارچوبهی محدود هستید و بنابراین دست به کاری که ویرانگر بر علیه خودتونه نمیزنید، بعد شما از یه فرصتهای استفاده میکنید، به گونه آزادی ظاهری عمل پیدا میکنید و بعد با اعتیادتون خودتون رو نابود میکنید. شما از یه آزادی که حق انتخاب از استفاده از مواد مخدر بوده خودتون رو به زندانی ترین زندانی تبدیل کردید. دکتر منظورم آزادیایی بود که مشروع، لااقل ممکنه 1,000,000 نفر بهش یعنی فکر کنن که این درسته. آخه داستان این است که رأی مردم که مسئله آزادی یا غیر آزادی رو مشخص نمی‌کنه. ممکنه باشه، ممکنه نباشه. شما اگر در صحنه سیاسی صحبت می‌کنید یا اجتماعی، غالبا رأی مردم، فقط در رابطه آدم با هم صحبت می‌کنه. خب آخه من نمیدونم، اگر مردمی آمدن، فرض بفرمایید مردم یه منطقه‌ای که یه باور مذهبی دارن رأی دادن که کسی که مذهبش متفاوته باید کشته بشه، اسم اینو شما میذارید آزادی؟ اون مشروع نیست آقای دکتر. خب آخه مشروع بودن، پس یه ملاک که درست و غلط بودنش به انتخاب مردم نیست. همینجوری بود که عرض کردم مفهوم مشروع، آخه لغت مشروع در صحنه سیاسی یعنی تایید اکثریت رو داشتن، یعنی لجیتیمیسی برمیگرده به تایید اکثریت حتی 51%. اما اگر شما مقصودتون از مشروع درست و غلط یا خوب و بده، اون یه ملاک دیگری رو باید بگذارید. با کدوم ملاک؟ ملاک علم، ملاک درست و غلط. خب درست و غلط یه بحث اخلاقی است، آدما میتونن باش موافق باشن یا نباشن. یعنی شما میتونید چیزی رو درست بدونید و دیگری غلط بدونه. از کجا معلوم میشه که درست و غلط شما درست و غلطه؟ نه اینکه ما ملاک نداریم، یعنی میخوام بگم که مسئله همینجاست. یعنی اون موقع هیچ کس نمیتونه آزاد باشه. آخه من که عرض نه، شما ازشون استنباط نکنید که میتونه آزاد باشه یا نباشه. خب نباشه، اولا معلوم نیست اصلا هیچ کسی هیچ وقت آزاد باشه به اون تعبیر. ولی عرض من این است که نه، من نگفتم غیر ممکنه که بفهمیم درست و غلط چیه، ولی اینکه توافق بکنیم یا اینکه فرمودید 1,000,000 مردم، اون ملاک میتونه نباشه. یعنی مردمی میتونن و در طول تاریخ بوده که مردم یه جامعه‌ای به خاطر اینکه کسی سیاه پوست بوده او رو برده کردن، بنده کردن و بعدم فرض کنید که حتی خودشون به دست خودشون کشتنش. همه هم این کار رو کردن، ولی من و شما همونطور که فرمودید یه ملاکی برتر از تصمیم عمومی یا توافق عمومی یا وفاق عمومی داریم و اون یه مفهوم دیگری است که درست و غلطی رو از یه جای دیگری میاریم. بنابراین همین جاست که عرض کردم وقتی که من و شما درباره جدایی یا رهایی و آزادی صحبت میکنیم، اولا باید بدونیم که در چه زمینه‌ای هست و ملاک انتخابمون یا گفتگومون چه خواهد بود. حالا پیام ها اومده، میخواید شما ببینید مشخصا چی مورد نظرتونه. پیام ها رو با هم بشنویم. من در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم.